به چه دردی میخوره؟ ببین چند تا دلیل داره. یکی از چیزایی که الان در فضای سیاسی ما خیلی مده، همه میگن که پروژه است، پروژه است، پروژه است، پروژه است، به خاطر خواستگاهی که چیز داره، شاهزاده داره، ایشون به دلیل تضادی که کلن به جمهوری اسلامی داره، این انگ هیچ موقع به این آدم نخواهد چسبید. حداقل از این نظر شما میتونید خیالتون بابت همیشه راحت باشه. نه امروز امروز نه فرست فال آره 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 همین ده نه فرست فال انگ پروژه به هر کسی میشه زد اصلا. آره ولی از نظر منطقی کمترین چیزو داره دیگه، کمترین احتمال عقلانی رو داره دیگه. حالا بگن حرف داره حرفی امروز هم شنید. ببین با توجه به بک‌گراند و مقبولیتی که داره، هم از نظر مردم کف جامعه پسندیده است، خب هم از نظر الیتا. حالا شما میخوای بگی که آقا این مقبولیت درست هست یا درست نیست، اون بحث دیگه است. ولی واقعیتش اینه که سیاستی که امروز در دنیا نحوهی که داره کار میده، یه پاپولاریتی کانتست، بستگی شما به محبوبیتت برنده میشه. نمیدونم حالا میخواستم فارسش کنم باید چی میگم. خب ببین شما میگی که مثلا مسیحی علی نژاد آدم کاراییه، با کم جایگاهی پایین تر، با جانم براشون یه پولی کمتر، با موقعیت کمتر تونسته این کارو بکنه، ولی در آخرش میبینی چه اون چه شاهین نجفی، چه مثلا حالا افرادی که علمی هستن مثل شهروانی فشندی که داخل پرشگرد و مثل دکتر علی نگیری، اینها هستن که میرن دور اون آدم. خب و دلیلش هم همین مقبولیت هست دیگه. خب اینها رو نمیشه نادیده گرفت. این اتفاقا به دلیل این مقبولیت داره میفته، به دلیل اینکه حالا به نظر میاد ایشون لجیتیمیت. بله فرست فالن داری میگی محبوبیت ایشون رو نمیشه نادیده گرفت. خب ما هم نادیده نگرفتیم. بلی. خب نتیجه چیه؟ بلی. من قبول دارم. بله محبوبیت ایشون رو نمیشه نادیده گرفت. کاملا حرف شما درست. خب من برم جلو. خب من برم جلو. ببین ایشون چیز داره، ایشون یه سری روابط مناسب با کشورها ایجاد کرده به صورت فردی. این نقد وارد هست که حالا ایشون میتونه این روابط رو تبدیل کنه به روابط کشوری. این نقد وارده، ولی به احتمال میشه جان. ایشون بزرگترین سیاستمداری که مثلا باش مشاوره داشته مثلا کی بوده از سیاستمدار خارجی؟ پامپو. مسیح علی نژاد هم با پامپو بوده. آره ولی خب باز همینه دیگه. ببین آرمین، مسیح علی نژاد رو پامپو بوده، ولی آخرش شاهزاده رفت نشست کنار مسیح علی نژاد، مسیح علی نژاد من نشست کنار شاهزاده. ببین این آدم به هر دلیلی که تو میتونی اون دلیل رو بپسندی یا نپسندی، خب توسط دو قشر خب مقبولیت داره. خب لجیتیمیت هم نمیدونم، خودت فارسیش کن به معنی معتبر. نه اینو نمیتونی نه دستگاهی بحث مشروعیت. خب این هست. حالا شما بگو که آره، بگو که آقا هر آدمی رو میخوای مثال بزن، خب بگو این آدم در این فضا این کارو کرده، انقدر پیشرفت کرده، خیلی کارو مهمتری کرده، نشون داده از نظر عملی بهتره، اوکی. خب ولی همشون آخرش میام میشنن کنارش دیگه. غیر از اینه همه که نه خیلی اتفاقا به شدت حساسیت دارن نسبت به ایشون. ببین تو داری میگی اپوزیسیون، میگی که ببین من قبول دارم که نسبت به بقیه محبوبیت ایشون از همه بالاتره، خب درسته، ولی خب یه قشر بزرگی هم از جامعه هستن که تا اسم ایشون میاد دعواشون میشه، اصلا میگن که نه بی خود کردین شما اصلا. یعنی اونم هست، درسته اونم هست. ولی من یه چیز کنم، یه ولی بذارم، خب فکر میکنی چقدر از این آدم ها خب از دستش عصبانی هن؟ خب ببین وقتی این آدم وقتی که به لیبرال دموکراسی باور داره، این دوتا حسن داره دیگه. خب یکی این که من که جمهوری خواهم، خب میگم اوکی شما غالب لیبرال دموکراسی، حالا من خیلی برام جمهوریت فرق خاصی نمیکنه با اینکه تو بخوای پادشاهی مشروطه بیاری، خب اگر جفتی زیرش از لیبرال دموکراسی باشه. خب خیلی از این آدم ها از دستش عصبانی هن، چون که میگن که آقا شاید شما میتونستی بهتر کار کنی. خب این که چقدر این حرفی که میزنن درسته یا درست نیست هم خب میشه در نظر گرفت، ولی در صورتی که بتونه به موفقیت دست پیدا کنه، مقبولیتش از این چیزی هم که هست بالاتره. خب بعد میخوای باشه ببین مقبولیتش بالاست، میخوای حالا از این استفاده بکنی که چی کار کنه،
آها نه این چیزه، این گفتی که به چه درد میخوره. خب به چه درد میخوره؟ اینو درداییه که بهش میخوره. هنوز نگفتی. ببین تو گفتی تو فعلا همه حرفایی که زدی اینه که محبوبیت داره. خب که ما این خب. ما هم قبول داریم اینو، از اول برنامه هم قبول داشتیم. خب از همه بیشتر درسته. حالا با توجه به این محبوبیتی که داره به چه درد میخوره؟ اوکی میتونه به براندازی کنه که شایان بکنه. چجوری؟ حالا میخوای بپرسی در چه جایگاهی؟ آها اوکی در چه جایگاهی. خب این جایگاه تا الان چیزی که این من تحلیل خودمه با توجه به اتفاقاتی که افتاد، خب به نظر من داره به خواست مردم نگاه میکنه. از اون طرف هم این که چرا کار عملی نمیکنه یا چرا فراخوان نمیده، من این رو صرفاً به دلیل تنبلی نمیذارم. من خودم به این عمل کرد نقد دارم. جواب اینو ببین، نقد قبل از اینکه نقدش بکنی بگو چی کار در جایگاهش چیه. رهبری ما توی این برنامه سه تا نقش مختلف رو برای پیدا کردیم. خب رهبری، نماد یا مثلا سخنران یا چیر لیدر، خب کسی که در کارهای رسانه‌ای آگاهی سازی می‌کنه. بله بله. خب؟ من فعلا به اساس بحثی که کردیم اینجا به این نتیجه رسیدم که رهبری برای ایشون مناسب نیست، یعنی به نظر میرسه مناسب نیست. خب نماد هم مناسب نیست. شورا باشه چی؟ خب رئیس شورا کیه؟ ایشونن؟ نه لزومن اعضای شورا میتونن، ایشون چند عضوی شورا هم باشن، طرفدارش از اون شورا حمایت میکنن. خب باشه، این رهبری نمیشه، داره حمایت میکنه. بله از لازیه حالیش رهبری یک بهش رو زیادی میشه دیگه، اذیت نکن. رهبری میتونه گروهی باشه، رهبری حتما تک فردی که نیست. من رهبری یعنی لیدرشپ یعنی تو داری تعیین میکنی که مردم چیکار بکنن، یعنی تو داری روز برای مردم نقش تعیین میکنی و بهشون میگی برای چیکار کنن، درسته؟ تو یه همچین حالتی داره، یعنی تو داری میگی که هر کسی حامیای خودش رو بیاره بگه که ما از این ائتلاف میخوایم دفاع بکنیم، این به خودش یه جور رهبریه. آره باشه، اگه میخوای اسم اینو بذاری رهبری نه ببین اتفاقی خوبه، اگه اسم اینو میخوای بذاری رهبری بهش بگیم رهبری داری میکنه که مثلا دل حامیاش خوش باشه که داره رهبری میکنه. خب ولی من میگم که باشه در این حد میتونیم بگیم رهبره، ولی رهبر نیست، یعنی کسی سر این ائتلاف نیست، مدیریت این ائتلاف هم نمیکنه، فقط اونجا نشسته نیست. آره نشسته اونجا میگه که من دارم به این ائتلاف رأی مثبت میدم، حامیان من لطفاً از این ائتلاف حمایت بکنین، یعنی در این حد، درسته؟ آره خوب. آره این خوبه. آره این... بله این کاربرد بله ما به این نتیجه رسیدیم که اگه همچین ائتلافی شما تونستین تشکیل بدین، ایشون یه نقش مثبتی میتونن داشته باشن در این جهت. خب ولی اون اگره، من نمیدونم حالا این ائتلاف کی قرار تشکیل بشه، من میگم در حال حاضرشم ایشون نقش مثبت میتونن داشته باشن و دارن، با خاطر همین صحبتایی که میکنن، حالا کاش بیشتر میکردن، ولی یه تبلیغ شدیدی هست از دموکراسی و جمهوریت و سکولار دموکراسی و از این و انعکاس دادن اتفاقاتی که داره تو ایران میفته، یعنی بولدش میکنن. خب این کاربرد، این همین صحبتایی که داره میکنه این کاربرد رو داره، حالا کاش بیشتر میکرد، ولی خب همین قضیه هم که داره میکنه بالاخره یه نکته مثبتیه، نه به عنوان یه رهبر سیاسی، به عنوان یه کسی که داره حامی مردم ایران، یه همچین یه سخنران، یه چیر لیدر، این کار مثبت رو داره میکنه. برای این رهبری نیست ولی حالا اگه میخواین، اگه دوست دارین اسمشو بذارین رهبری که مثلا مردم میذاره خوشحال شن، من قبول دارم که میتونیم اسمشو بذاریم رهبری، ولی رهبری به معنی واقعی لیدرشپ نیست. اوکی تو از این دید بهش نگاه کن. خب که قشری که طرفدار ایشون هم به عنوان چیز، به عنوان پادشاهی خواه، خب از ایشون لید میگیرن، خب و به سمت لیبرال دموکراسی حرکت میکنن. اوکی اینو من آمار ندارم و این تحلیل خودم. آره و اگر این آدم اینطوری نبود اینو به این سمت حرکت نمی‌کرد. درست نه درست. اگر این آدم خودش می‌بره دموکرات نبود این کارو نمی‌کرد. این رهبر درست. یه رهبر فکریه ولی رهبر سیاسی مثلا نیست. سیاست هم خودش رهبر فکری داره، رهبر میدانی داره. تا اگه از اینکه رهبر میدانی نیست، آره. یعنی داره خب در اون حدی داره رهبری می‌کنه که ما اینجا الان داریم رهبری می‌کنیم، ولی مثلا با یه مخاطب بیشتر.
یعنی اگه اگر بخوای بگی اون کار رهبریه، ما هم در یه حد خیلی خیلی کوچیکی در حال حاضر داریم رهبری میکنیم برای تعریف شما از رهبری. آره من نمیخوام دفاعی بیجا بکنم، من میگم شاید مثلا تفسیر ما از این کلمات متفاوته، فقط همین بگم اینکه ایشون میتونسته بهتر عمل بکنه، این خیلی میشه سرش بحث کرد که آیا میتونسته، حتما که میتونه بهتر عمل کنه، خب حتما که همه میتونن بهتر عمل کنه، ولی اینکه چقدر این پتانسیل داشت. روی یوتیوب یه نفر داره میگه صدا بده، بقیه هم روی یوتیوب اگه میشه به من بگین صدا خوبه یا بده. بفهم ادامه بدین. خب اون چیزم اون مامور رسانه را میخواستم بگم که خودت گفتی اون بخشی که این افراد هم کنترل کنم گفتی، اون که پوینت های من تمام باش. ولی ایشون به عنوان سر یه گروه براندازی شما قبول داری که همچین نقشی به نظر مناسب نیست؟ من تا حالا چیزی ازش ندیدم. درست. خب که بخوام بگم آره ایشون از نظر من فردیه که میتونه اون نوکی پیکان باشه، خب من اینو ندیدم. میتونه اینطوری باشه؟ بله حتما میتونه اینطوری باشه، ممکنه. بله ممکن نیست. خیلی حرفات نه، خیلی حرفات منطقیه. نگفتی نیست، گفتی ممکنه باشه، ولی ما چیزی ندیدیم که این میتونه همچین قابلیتی رو داره. خیلی حرفات منطقی بود. ممنون فرستاد.